سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ما اینجا کلام الهی را با عشق به تعارف و عطفش گره میزنیم. اینجا نسخه دوم فرش عشق است که فرش میشود. بر طراحی خط این اثر که در 715 گره ارضی طراحی شده، سعی شده که در این تعداد محدود گره خط استاد نیریزی با کیفیت خودش حفظ بشه. اولین گره فرش را سال 97 زدن. از سال 1394 عملیاتی شد. طرح تحقیق اون نزدیک به 3 سال طول کشید. در این پروژه مشخصا یک تیم دانشگاهی هست که متشکل از دانشجوها و خود اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. در حوزه بافت نزدیک به 8 نفر در حال کار هستند. برای بافت هر گالی که شامل 4 صفحه می باشد پشت رو 16 ماه زمان صرف می کنیم. فرشی دورویه در ابعاد 63 در 93 که در 10 دستگاه بافته می شود. این پروژه بافت فرش دورویه نسبت به فرش‌های تشرویه فرق داره. از نظر چلکشی، از نظر دار گاله، از نظر بافت، از نظر گره. سفته. اگر یکم دقت نکنه، گیراش یکی پشت یکی جلوه، اینا را اشتباه می بینه. خواندنش اشتباه میشه. در تار و پود فرش از ابریشم درجه 1 استفاده میشود. نزدیک 250 کیلوگرم ابریشم برای کل کار پیش بینی شده در 18 رنگ مختلف. رنگ رزیش نزدیک 1 سال زمان برد. نسخه اول فرش عشق به خط عثمان طه سال 83 شروع شد و سال 89 رونمایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند ان شاء الله همه شما ها رو با قرآن مشهور کنه. مشخصا ویژگی های هنری این قالی خاص بودن در حوزه رنگرزی هست، خاص بودن در حوزه گره ها هست که ترکیبی از گره های هنری، گره متقارن و نامتقارن هست. ابعاد این قالی 45 در 75 سانتی متر است. نسخه دوم اما قرار است در 160 صفحه تکمیل شود که تاکنون 45% کار انجام شده. این گره ها با سوی چشمان هنرمندان تبریزی رج به رج بافته می شوند تا در 4 سال آینده نفیس‌ترین فرش قرآنی جهان را خلق کنند. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.